تبلیغات رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های سپاه در همین دوره اخیر یکی دو ماهه مخصوصا خیلی بیشتر شده در پیوند با موفقیت‌های سید محرومان ابراهیم رئیسی از زمانی که ایشون شدن رئیس جمهور تبلیغ میکنن که همه پولدار میشن با ریاست جمهوری آقای رئیسی و البته عدالت که از همون موقع که این سید محرومان شد رئیس قوه قضاییه برقرار شد، حالا که شده رئیس دولت همه قرار پولدار هم بشن. من یکی دوتا مثال عرض میکنم خدمتتون. مثلا حقوق معلم ها میشه 10 میلیون تومان پایه دیگه، اینجا بگی برو بالا، چه با معلم ها صحبت کنین، چه معلمی در خانوادتون داشته باشین، در آشناهاتون داشته باشین، بچه روزنامه ها رو بخونین یا حتی به خبرهای صدا و سیماشون توجه بفرمایین، میبینین که در به ویژه یک ماه گذشته همینجوری هی صحبت اینکه حقوق معلم ها قرار زیاد بشه، نمیدونم 3 میلیون تومان زیاد بشه، 5 میلیون تومان زیاد بشه، تا 10 میلیون تومان حتی اقل میره بالا و فلان، همینجوری این خبرها بوده است. بر اساس بحث رتبه بندی معلمان، رتبه بندی معلمان چیه؟ ببینین از سال 1183 طرحی به اسم رتبه بندی معلمان در دستور کار دولت گذاشته شد بر اساس سند به اصطلاح توسعه کشور که میگم معلم ها بر پایه سنوات خدمت، میزان تحصیلات و غیره و غیره رتبه بندی بشوند و بر اساس این رتبه بندی حقوقای ماهانشون متفاوت باشه، یعنی پایه حقوق ولی بعد این رتبه بندی ها هر کدوم. مثلا معلمی که دیروز استخدام شده در مثلا تهران با معلمی که 25 ساله داره در تهران معلمی میکنه حقوقشون یکسان نباشه، یا حقوق معلم مثلا با مدرک کارشناسی با معلم فوق لیسانس فرق بکنه حقوقشون، غیره و غیره، یا ارزیابی ها و اینا. در ضمن 5 تا رتبه گذاشتن بر اساس اینا. حقوقای پایین و گرونی وحشتناک در این دوره تصاعدی باعث شد که طرح رتبه بندی بشه که از خواسته های مهم معلم ها در ببیشه. این یک سال اخیر عرض کردم که هرچی اوضاع خرابتر شد این خواست جلوتر آمد. اسفند 99 لایحه رتبه بندی معلم ها رو دولت روحانی داد به مجلس ولی پیش نرفت. چرا؟ اواخر تیر ماه سال جاری زمانی که مجلس مشغول برگزاری جلسات بررسی این طرح بود، نامه ای از سازمان برنامه به دست مجلس رسید که بررسی این طرح را متوقف کرد. در نامه نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه عنوان شده بود که دولت توانایی تأمین اعتبار لازم برای این طرح را ندارد، زیرا این سبک از رتبه بندی معلمان به 200 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، آن هم در شرایطی که کل بودجه آموزش و پرورش 80 هزار میلیارد تومان است. خب سازمان برنامه بودجه همین دولت رئیسی هم گفت ما اصلا غیر قانونی این کارو بکنیم، چون این بودجه پخش کردم صحبت‌های میر کاظمی 2 هفته پیش که میگه غیر قانونی اصلا این رتبه بندی معلمان بر اساس این، میگه چون این بودجه بالاتر از سقف قانون است و از این حرفای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه رئیسی دیگه. در پاسخ حاجی بابایی رئیس کمیسیون آموزش مجلس دادش در اومد، این صحبتاشو میخونم براتون، میگه در طول 2-3 ماه گذشته انقدر اعداد و ارقام دروغ درباره رتبه بندی معلمان مطرح شده که همه به شک افتادن. یک نفر بیاید و به صورت کارشناسی عدد و رقم برای من بیاورد که رتبه بندی معلمان چقدر هزینه دارد. کسی گفته است رتبه بندی معلمان 200 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، یعنی آقای نوبخت. معنی این حرف یعنی اینکه میانگین حقوق معلمان 30 میلیون تومان می شود اگه طرح اجرا بشه. این عددها را از کجا می آورند؟ حاجی بابایی ادامه داد ما اعتبار رتبه بندی معلمان را برای سقف یک سال حد اکثر 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ایم، نه 200 هزار میلیارد تومان، و برای 3 ماه آخر سال هم 7 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم. خود معلمان هم بیشتر از این نمیخواهند. این خود معلمان هم بیشتر از این نمیخواهندش از همه بهتر، نمیخوان بیشتر از این. حالا باری فرض کنیم آنچه
رئیس کمیسیون آموزش مجلس میگوید درسته، یعنی با 30,000 میلیارد تومان میشود طرح رتبه بندی را انجام داد. اما افزون بر مشکلات فنی که درباره اجرای این طرح مطرح می شود، هنوز مشخص نیست که منابعی که دولت پیشین به دلیل کمبود آن اجرای این طرح را به تعویق می انداخت از چه محلی تامین می شود. دومینه افزایش حقوق ها تنها به معلمان ختم نشده و طی ماه‌های گذشته شاهد درخواست بسیاری از کارکنان بخش‌های مختلف و همچنین بازنشستگان برای افزایش دریافتیشان بودیم. مهمترین نکته که کارشناسان در حال حاضر به آن ایراد وارد می‌کنند این است که دولت به هیچ وجه توانایی پرداخت این حجم از افزایش حقوق بخش‌های مختلف را ندارد. شرایط تورمی و کسری بودجه کشور به هیچ وجه تا به تحمل فشار بیشتر را ندارد و هر گونه افزایش حقوق جدی در بدنه کارکنان دولت منجر به افزایش کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم خواهد شد. خب، در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد در مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی آمریکایی پاریس. آقای دکتر منصور، بسیار خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستیم. خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. من از همین آخرین صحبت که این خانم گزارشگر می‌فرمودند می‌خوام بپرسم ازتون که چرا چاپ پول وضع خرابه، دولت پول نداره، پول چاپ میکنه برای اینکه حقوقا رو بده و غیره و غیره، حالا چرا چاپ پول باعث افزایش تورم میشه، یعنی باعث گرانی بیشتر و کمتر شدن ارزش پولی که دست مردم؟ خواهش میکنم. عرض سلام جناب فرایز دیگرامی. ببینید، چاپ پول باعث تورم نمیشه، بلکه چاپ پول اگر از حد تناسب کالاها و خدمات موجود در اقتصاد بیشتر باشه موجب تورم میشه. یعنی ما در اقتصاد دو سو داریم، یک طرفش میگیم اقتصاد واقعی، یعنی اقتصادی که متشکل است از کالاها و خدمات مورد نیاز تمامی مردم، و اون طرف دیگر رو میگیم اقتصاد پولی. پول در واقع آینه است برای این کالاها و خدمات، یعنی به اندازه پول کالا و به اندازه کالا پول وجود داره. منتها این اندازه نسبتهایی داره که من وارد اون قضیه نمیشم، برای شنوندگان هم چه بسا معلومه. در نتیجه معمولا یک واحد پولی در اقتصاد واقعی حدود 20 واحد کالا و خدمات رو میچرخونه. به این ترتیب کاری که بانک مرکزی میکنند این است که به ازای اوراقی که خزانه صادر میکنه اونها رو خرید میکنه، و وقتی خرید میکنه پول رو تزریق میکند به کانالهای بانکی کشور، و از سوی کانالهای بانکی کشور این به دست تولید کنندگان، مصرف کنندگان، مستخدمین و دیگر آحاد جامعه میرسه. بانک مرکزی وظیفش این است که این نسبت رو، یک نسبت ریاضی است، باید همواره این رو رصد کرد، این رو در حدی نگه داره که قدرت خرید پول حفظ بشه، یعنی اینکه بیش از حد تناسب کالاها و خدمات پول صادر نشود. حالا برمیگردیم به این موضوع چاپ اوراق، یعنی اوراقی که حالا برمیگردیم صحبت میکنیم، این اوراقی که شما اشاره فرمودین، اوراق بهادار و آن چیزهایی که دولت تا چه حد میتواند در چارچوب در واقع توان بانک مرکزی و توان اقتصاد کشور و بازار در این زمینه ها فعالیت بکنه. اجازه بدید که من باز با اشاره به گزارشی که قبل از فرمایشات شما پخش کردیم، یکی از نکاتی که مطرح بود بدهی های دولت بود که میگوید با این همه بدهی چجوری میخواد باز این طرح رتبه بندی معلمان رو فرض بفرمایید مثلا اجرا بکنه. رئیس سازمان برنامه بودجه میگوید که بر اساس آمار سایت بانک مرکزی 650,000 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داریم که 90% آن متعلق به خود دولت است، نه شرکت ها.
اگر بدهی ها را بررسی کنیم 300 تا 400 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهی داریم و بیش از 50 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهی داریم. آی دکتر، اگر دولت اصلا به طور کلی، حالا بعدم وارد جزئیاتش میشه، اگر دولت بدهیشو به بانک مرکزی نده، فرض بفرمایید چه اتفاق میفته؟ اصلا یعنی چی که ما به بانک مرکزی بدهی، دولت به بانک مرکزی بدهی داره و بعد بدهیشو نتونه بده و بعد بیفته تو مسیر مثلا ورشکستگی؟ اصلا اگه دولت بدهیشو نده چه اتفاق میفته؟ ببینید، بدهی دولت به بانک مرکزی وقتی پدید میاد که دولت بیش از اوراق صادره خزانه که بانک مرکزی در برابر اون پول چاپ میکند از بانک مرکزی پول بگیره. البته عناوین و راه های دیگری وجود داره، ولی وقتی دولت از بانک مرکزی پول میخواد بدون دادن اوراق خزانه، این رو بانک مرکزی به عنوان تنخواه گردان در اختیار دولت میگذاره. تنخواه یعنی من اینو به شما قرض میدم وسط سال تا پایان سال مالی، این قرض شما این رو باید تادیه کنید. منتها پایان سال که میرسد، سال مالی، و دولت اون قرض رو بر نمیگردونه بانک مرکزی، بانک مرکزی ناگزیر میشود که همون پولی رو که به دولت داده وارد پایه پولی بکنه، یعنی این رو به حساب همون پولی بگذاره که خودش صادر کرده، چاپ کرده. در نتیجه هر یک تومانی که بانک مرکزی به این ترتیب در اختیار دولت میگذاره، مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حدود 7.5 تومن ایجاد نقدینگی میکنه. و این رابطه عرض کنم اهرمی که بین پول پایه و پول نقدینگی که از سوی نظام بانکی پدید میاد، فقط توضیح مختصر اینه که ببینید یک طرف این نظام پولی، نظام پولی مدرن که بهش میگیم Fractional Reserve System، بانک مرکزی است. بانک مرکزی پولی رو صادر میکند که بهش میگیم پول پایه یا پول محکم. آن پول وارد نظام بانک‌های تجاری می‌شود. در نظام بانک‌های تجاری چون بانک‌ها یه دونه نیستن بلکه ده‌ها و صدها هستند، از حسابی به حساب دیگه منتقل میشه و از هر حسابی که منتقل می‌شود، طبق قوانین کشورها، بانک‌ها در حدود 10، در ایران قانون بین 10 تا 30%، حدود 10 تا 15% اون پسنداز رو برمیگردونن به بانک مرکزی، اون باقی رو به کار میندازن. در نتیجه در اینجا یک سیستم، یک معادله ریاضی در کار است که 1 تومن در نظام موجود بانکی ایران حدود 7.5 تومن نقدینگی پدید میاره. در نتیجه اگر باز بانک مرکزی فرض بفرمید 10 هزار میلیارد تومان دولت بگیره پس نده، این سبب می شود که حدود 80 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه بشود. و پایان جمله این که سال گذشته دولت روزانه 2600 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده است و این مکانیزم افزودنش بوده. و نتیجه افزایش نقدینگی چیه؟ نتیجه این است که شما وقتی در برابر فرض بفرمایید 10 واحد کالا، عرض کردم که در برابر هر واحد کالا 1 واحد پولی وجود داره برای اینکه قدرت خرید اون پول، یعنی قیمت کالا، ثابت بماند. مثال بزنید لطفاً آقای دکتر که روشن بشه. ببینید مثلا چه کالایی؟ مثلا هر کالایی رو، مجموعه کالا رو ببینیم، 1 سبد کالایی. در سبد کالای بانک مرکزی حدود 370 نوع کالا وجود داره. خب این متوسط قیمتش، در برابر این ما باید 370 واحد پولی داشته باشیم. این پول رو چه بذارید، ریال، تومان، دلار، هرچی. اگر در برابر این 370 تا شما 600 تا 700 تا پول جریان بندازید، به جای اون 370 تا اون 600 واحد پول دنبال شکار این کالاها ها میگرده، در نتیجه قیمت هر واحد کالا دو برابر میشه. بله، روشن. آقای دکتر، باز در پیوند با استقراض از بانک مرکزی یا بدهکاری دولت به
بانک مرکزی، بانک‌های دولتی اصولا، و مثلا تأمین اجتماعی که یکی از مهمترین در واقع طلبکارهای دولت است در پیوند با زندگی روزمره مردم به دلیل بیمه و بازنشستگی و این چیزها. مگه اینها نهادهای دولتی یا نهادهای بانک مرکزی و تأمین اجتماعی مثلا به طور مشخص، مگه اینا نهادهای دولتی نیستن؟ یعنی چی دولت به خودش بده کار اینجوری؟ ببینید اینطوریه، از دو سازمانی که فرض کنید دولت بدهکاری بزرگ داره، یکی سازمان تامین اجتماعی است. دولت وقتی حقوق کارمندان رو میپردازه، بخشی از حق بیمه رو خود اون کارمند و کارگر پرداخت میکنه، بخشی دیگرش رو باید کارفرما تو پرداخت بکنه. این کارفرما دولته. در نتیجه در ازای هر حقوقی که میپردازه، مقداری به صندوق تامین بیمه باید بپردازه، برای اینکه اینها از دوران نقاهت و بیماری و پیری از پس اون مردم بر بیاند. در نتیجه اگر این رو به موقع پرداخت نکنه، شما میدونید حتی در آمریکا هم هر کارفرما این کارو میکنه، از یک سو حقوق کارمندش میده، از سوی دیگر مقداری که نسبتی داره اون نسبت رو به صندوق بیمه میپردازه. اگر اونو نپردازه بدهی بالا میاره. دولت ایران سال هاست که این کارو نکرده. نه فقط نکرده، بلکه از صندوق بیمه پول ها را برداشت کرده. نتیجه این است که امروز در حدود 400 تریلیون تومان، 400 هزار میلیارد تومان بدهکار این صندوقه، و اینه که وقتی مردم مراجعه میکنن به پزشکشون، به بیمارستانشون، به تحویل گرفتن داروشون، معمولا اینا نمیتونن اینا تادیه کنن برای اینکه پولشون رو نگرفتن. توجه کنید، در نتیجه این مردم رو در واقع در اون خاک ذلت میشونه برای اینکه دولت بدهکار صندوق بیمه‌شون. سپاسگزارم. اجازه بفرمایید آقای دکتر من یه نکته دیگر رو مطرح کنم با بینندگان عزیز و برگردم باز خدمت شما در پیوند با یکی دیگه از تبلیغاتی که میکنند، یعنی عرض کردم رسانه‌های سپاه و غیره و غیره، در پیوند با دولت آقای رئیسی. این است که تبلیغات هم میدونیم برای چی، اساسا هدفشون این است که حالا چند روز مردم رو ساکت بکنیم تا شاید معجزه اتفاق بیفته، از این ستون به اون ستون فرج دیگه. حالا یکی دیگه از چیزایی که دارن تبلیغ میکنن، وعده بالا رفتن یارانه هر نفری میگن میشه 300,000 تومان. حالا من یه اشاره میکنم مقدمتن از آقای خاندوزی وزیر اقتصادشون که میگه ما بارها شاهد صحبت از قطع یارانه 45,000 تومانی بودیم ولی انجام نشده، ما کاری سره میکنیم. رئیسش ابراهیم رئیسی هم میگه قطعا این کار انجام میشود، یارانه ها میره بالا، یارانه 45,000 تومان برداشته میشه، اما خب به تدریج میشود 300,000 تومان، 300,000 تاش میکنیم. تسنیم، نشریه یعنی خبر رسانی سپاه به اصطلاح، میگوید اگر، استدلالم میاره که اینجوری میشه، میگه اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود 4 میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ بازار آزاد باشد، نه 4200، دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار 25,000 تومانی 100,000 میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی پیشاپیش ارز 4200 تایی رو قطع کردیم، دلار فرض کنیم آزاد 25,000 تومان باشه. خب و به این ترتیب می توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به 300,000 تومان به هر شخص را به عنوان یارانه با تجمیع سه یارانه نقدی معیشتی و کالای اساسی داشت. خب آقای دکتر منصور عزیز، چقدر این ارزیابی ها درست واقعیه؟ ببینید مسئله اندکی بغرنجتر از اینه جناب فلاحتی عزیز، اجازه بدین توضیح ارز کنم. تمنا میکنم. ببینید
دولت در مورد اینو به عنوان مثال عرض میکنم، در مورد بنزین چی کار کرد؟ گفت بنزینی گران میکنم ولی برای شما یارانه میدم. خب مردم وقتی اون روز اول 45,000 تومان رو میگیرن فکر میکنن که پولیست، چون قدرت خرید داره، ولی بلافاصله قیمت دلار میرسد به 1,000-1,200 تومان، بعد میرسد به 3,000 تومان، در نتیجه قیمت ها به شدت بالا میره. اون پولی که در دست گرفتند اون بی اثر میشه، تبدیل میشه به یک بیستم اونی که وعده داده شده بود، ولی قیمت ها بالا میمونه، یعنی قیمت بنزین بالا میمونه. میرسیم مرحله دوم، همین مسئله بنزین در دست آقای روحانی وقتی ایشون سر کار اومد قیمت دلار بود 3,000 تومان، قیمت بنزین بود 700 تومان، ایشون 700 تومان کرد 1,000 تومان و بعد 1,000 تومان رو یک دو سال بعدش کردن 1,500 تومان و 3,000 تومان که ماجرای آبان پدید اومد. اولی قیمت دلار رفت به 10,000 تومان، 12,000 تومان و امروز به 25,000 تومان. معنیش این است قیمت ها آنچنان بالا می رود که حتی اگر اون ما به تفاوت رو به مردم بپردازن این از میان می رود. در نتیجه ما این افزایش قیمت رو هموار می کنیم به گرده مردم و اونی که بهشون دادیم و روز اول چشمشون چیزی دیده ازشون پس می گیریم. الان این صحبت در مجلس مطرح شد که بیاییم پولی که برای کالاهای اساسی میپردازیم اینها رو ندیم به کالاهای اساسی، یعنی دلار 4200 تومانی و دلارهای دیگر رو، دلار 8000 تومانی، 11000 تومانی، نمیدونم 18000 تومانی و دلار نیمایی، اینا رو برسونیم به حد دلار آزاد. ما به تفاوت رو حساب میکنیم، این رو میدیم به همه مردم. جدول این هم در اختیارمون هست برای دهک با این به حد یکم دوم سوم به هر کدوم چقدر حساب کردن اگر این کارو بکنن، یعنی بیان این دلارهای ارزان قیمت رو حذف بکنند، میتونن به هر نفر در حدود 200,000 تومان بپردازن به طبقات فقیرتر. خب این اگر جمع بشود با یارانه نقدی که امروز میدن و با یارانه معیشتی که قرار شده بش بدن حدود 300,000 تومان میشه. شما فرض کنید همین امروز 300,000 تومان رو به مردم دادن. خب روز اول اون گیرنده فرض کنید 4 نفر عضو دارن در خانواده 1,200,000 تومان میگیرن و حس میکنن که خب برای یک هفته، دو هفته، 4 هفته میتونن زندگیش بچرخونن، ولی بلافاصله قیمت ها میشه دو برابر، سه برابر، 4 برابر. در نتیجه این پولی که داده شده ازشون گرفته میشه ولی قیمتها بالا میمونه. بله. در اینجا به یک نکته عنایت بکنید، این مسئله حیاتی است جناب فلاحاتی عزیز. در بحث پول بین دولت و شخص خصوصی یه تفاوت اساسی وجود داره. شما و بنده به عنوان شخص حقیقی اگر قرض بگیریم به بانکی از شخصی، اینو باید برگردونیم. اگر بر نگردونیم وثیقه‌مون مصادره میشه یا خودمون به زندان میریم. اما اگر دولت بر نگردونه نه ورشکسته میشه نه به زندان میره، بلکه پول چاپ میکنه. این فرق بین دولت و ملته. به یه نکته اساسی توجه جلب کنم، توجه شنوندگان ارجمند جلب کنم. ببینید وقتی دولت، ما امروز میگیم فرض بفرمایید بله 1,500 تریلیون تومان بدهی داره، اگر دولت امروز فرض کنید 1,000 تریلیون تومان بدهکار باشه، با تورم 45-50% در پایان سال ارزش واقعی بدهی به نصف کاهش پیدا کرده. در نتیجه دولت میتونه هر سال رقم بزرگی بدهی بالا بیاره برای که در پایان سال اون بدهی 50%ش از بین میره. دلیل اینه که ما وقتی بدهی بالا میاریم
به صورت اسمی بدهی بالا میاریم. یعنی مثلا 100 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار میشیم و یک سال بعد 4 سال بعد میخوان بپردازیم، همون 100 میلیارد تومان رو میپردازیم. در اگه 100 میلیارد تومانی که میپردازیم با تورم جاری تبدیل شده 15 میلیون میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان، در نتیجه اون 80 میلیارد تومانش بخار شده. در نتیجه مکانیزم تورم یکی از راههایی است که دولت ها با بکار انداختن آن بدهی های خود رو آب می کنند و سر مردم کلاه می گذارند و قیمت ها هم بالا میره. در واقع قیمت ها بالا میره. در که ببینید دولت الان میخواد تعهدی که از طریق یارانه ها داره این را دوش برداره، برای اینکه رقم بالاییه. یعنی دولت در حدود 40 در بودجه گذشته 42,000 میلیارد تومان یارانه نقدی می پرداخت، 15,000 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی می پرداخت، می شد 56,000 میلیارد تومان. رقم قابل توجهش در حدود عرض کنم 1/12 بودجه. خب این رو اگر نیاد بپردازه، یعنی اگر بیاد بگه که من این رو به صورت اون ارزهای ارزان قیمت رو حس میکنم، قیمت ها به جای آن که مثلا 1 تومن باشه 2 تومن میشه، یعنی شما مردم به 2 تومن خرید میکنن، من عوضش پول نقد به شما میدم، پول نقد رو امروز میده، 1 سال بعد اون قدرت خریدش از دست میده، ولی قیمت ها در اون حد باقی میمونه و بالاتر میره. در نتیجه اثر این نقدینگی که دولت میپردازه از بین میره. در کنار این ببینید نگرانی از این که اخیران هم این چیزا منتشر شده دولت در حد ورشکستگی ورشکست خواهد شد. دولت هیچ وقت ورشکست نمیشه، برای اینکه همین کار میکنه با بکار انداختن موتور تورم بدهی خودش رو هر سال 50%ش رو آب میکنه. خب ولی خودش رو در برابر نارضایتی بیشتر مردم هی به صورت تصاعدی قرار میده. این درست این مسئله سیاسیشه. ولی چاره که برای دولت های دیکتاتوری برای این دارن، میبینید دولت های دیکتاتوری بنا به اصول قبول شده و حتی اون که در حقوق بین الملل وجود داره، حق ندارند در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردم که میتونه به صورت اعتصابات، تظاهرات، بیلبوردها انجام بگیره، دست به سلاح ببرند. ولی دولت های دیکتاتوری مسلسل سنگین میگذارن و مردم درو میکنن. اینا راه چاره شون اینه که اگر مردم اعتراض کردن ما اینجور سرکوبشون میکنیم. ولی هیچ دولت متمدن امروز جهان این کار رو نمیتونه بکنه و نمیکنه. این در زیمبابوه میتونه پیش بیاد، در ونزوئلا میتونه پیش بیاد و در جمهوری اسلامی میتونه پیش بیاد. آقای دکتر، قبل از اینکه من بحث دیگه ای رو باز بکنم ازتون بپرسم، کوتاه خواهش میکنم بفرمایید که آیا اصلا حذف کردن دلار 4200 تومانی ممکن هست در جمهوری اسلامی که الان دارن صحبتشون میکنن؟ من به دلیل منافع قاچاقچی های ارز، منافع راندخاران و وارد کنندگان دارم عرض میکنم که وقتی اون دلار نباشه اینا با دلار آزاد خب دیگه اون منافع رو ندارن و کلی بساتشون به هم میریزه. آیا اصلا چون حالا فارغ از این که همونطور که شما توضیح دادین چجوری خواهد شد در چشمنداز، آیا اصلا چون این چیزی ممکنه حذف دلار 4200 تایی؟ در این زمینه هم ناگزیر بنده که توضیح بدم. ببینید دلار 4000 تومانی مثلا خرج چی میشد؟ خرج خوراک. جوجه رو با دلار 4000 تومانی وارد میکردیم. یک جوجه چند از نظر وزنی چقدره؟ حدود 1 کیلو. اگر ما اینو با دلار 4000 تومانی وارد کردیم، هزینه حمل و سود رو هم اضافه بکنید، باید 1 کیلو در بازار 6000 تومان در بیاد دیگه. نه 28000 تومان، نه 38000 تومان که هست در بازار. پس این نشون میده که این در واقع یک اسطوره است، دلار 4200 تومانی.
برای اینکه دلار 4200 تومانی به دستهای معینی داده می شود که روی این صحبت می کنم، ولی از اون طرف هیچ نظارتی نه اینکه وجود نداره، اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. ببینید هیچ قدرتی، بزرگترین ارتشای جهان هم نمیتونن به این کار نظارت کنن، مگر گوسپلان تونست این نظارت رو بکنه. برای اینکه وارد کننده این مواد خامشو میگیره وارد کارخونه میکنه، در کارخونه سرمایه هست، مزد هست، استهلاک هست، هزار و یک پیچیدگی حسابداری وجود داره. شما چگونه میخواید بگید که شما ارز 4200 تومانی گرفتین، این جنس تموم شده تون کیلوی 6000 تومان بفروشید؟ این برای شما هزار تا حساب ارائه خواهد کرد و شما نمیتونید وارد حساب بشید. در نتیجه اون کالایی که وارد شده در بازار به قیمت 15000 تومان، 20000 تومان، 25000 تومان فروش میره. خب این صورت قضیه است. اما در اصل چه اتفاق میفته؟ ببینید در اقتصاد، هر حکم اقتصادی جناب فلاحتی در یک فضای ژئوپلیتیک صورت میگیره، در خلاء انجام نمیگیره. جغرافیای سیاسی، بله. یعنی شما وقتی یک فرمان صادر میکنید، مثلا فرمان صادر میکنید که واکسن به کشور وارد نشود، واکسن، معنیش این است که بنگاه برکت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه میگیرد، در برابرش حتی یک واکسن ارائه نمیکند، 750 میلیون یورو میگیرد که داروی ضد کرونا وارد بکند و اون دارو رو به 4, 5, 8, 10 برابر قیمت به بیماران کرونا زده میفروشه. پس پشت این قضیه برای اینکه بتونه این چند میلیارد رو بگیره، یک نیروی متشکل سازمان یافته تجاری، امنیتی و سپاهی پدید میاد، از این دفاع میکنه. وقتی شما میگید که من ارز چند نرخی دارم، در نتیجه ارز برای کالاهای اساسی 8000 تومان، برای 4200 تومان برای مواد خوراکی، داروی فلان، برای ارز دولتی که وارد بودجه میکنم 11000 دلار، بعد ارز 18000 تومانی، ارز نیمایی هم دارم در بازار 23000 تومان، ارز آزادم 27000 تومان. خب همونطور که عرض کردم این کنترل رو هیچ قدرتی نمیتونه انجام بده. نه سازمان برنامه میتونه کنترل کنه، نه ارتش، نه سپاه، حتی اگر بخوان نمیتونن این کار کنترل کنن. از این نظر گفته شده که کاری که بازار آزاد رقابتی انجام میده، هیچ قدرتی، ارتش سرخ نتونست این کار انجام بده، پس نمیتونن انجام بدن. اون وقت پشت اینها یک نیرو پدید میاد، همون نکته که اشاره فرمودید، 4200 تومن. ببینید یه وقتی آقای رئیس بانک مرکزی اعلام کردن که ما در 10 سال گذشته 250 میلیارد دلار ارز در بازار تزریق کردیم که از قیمت کالاها دفاع کنیم. خب آیا این دستگاه نمیدونه 250 میلیارد تومان رو چرا توزیع میکنه؟ برای مافیای خودی توزیع میکنه. آقای جهانگیری در همون سال گذشته 32 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توزیع کردن که بعد معلوم شد 27 میلیارد دلارش هم گم شد. خب اینها اینطوری میشه، نیرویی وجود داره، این نیرو قدرت داره، تفنگ داره، دستگاه قضایی داره، گمرک داره، اسکله داره. در نتیجه شما وقتی فرض کنید یک دولت آمد با حسن نیت، خواست این عوض کنه، آیا میتونه؟ امکان نداره بتونه عوض کنه. پس میگین ممکن نیست اصلا و این بحث‌هاییست که به نتیجه نخواهد رسید. اگر ببینید این حتی به جریان بیفته، کاری انجام بگیره، 1001 پشتک وارو در اونجا انجام خواهد گرفت، برای اینکه طرفین با هم درگیر خواهند شد و برآیند شما خواهیم دید. در نشه اصلا کار به این سادگی نیست. خب. که دولتی بیاد این کار انجام بده. آقای دکتر، شما اشاره فرمودین به اینکه دولت ها هیچ کدوم ورشکسته نمیشوند. ببینین حتما شما ملاحظه فرمودین که نامه منتشر شد از واعظی به نوبخت از قول رئیس جمهور روحانی، نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه وقت، و از روحانی که درخواستی که دادی رد میشه چون خزانه خالی است، و در پاسخ
نوبخ رئیس سازمان برنامه، رئیس پیشین سازمان برنامه بودجه کشور، با اشاره به اینکه موجودی این ردیف، فقط ردیف طرح‌های نیمه تمام در اولویت، اوایل مرداد ماه به اتمام رسیده بود، گفت از همین روی آقای رئیس جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل بهره برداری از پروژه آب یک مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده. نوبخ با تاکید بر اینکه خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده یادآور شد، خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می شود. این بدان معناست که خزانه هیچ وقت خالی نمی شود، حتی اگر چنین ادعای محالی صحت داشت. پس چطور طی 3 ماه گذشته حقوقها از سوی دولت جدید، دولت رئیسی، پرداخت شده است؟ حالا اجازه بفرمایید صحبت آقای رئیسی را بشنویم که چطور پرداخت شده. رئیسی میگوید ما از بانک مرکزی قرض نگرفتیم و هزینه های شهریور و مهر رو تامین کردیم. ما شهریور دولتمون شروع شد و در شهریور دوستان پیگیری کردن و هر زحمتی بود تلاش کردن که بدون استقراض از بانک مرکزی ما بتونیم پرداخت ها رو داشته باشیم که از بانک مرکزی استقراض نداشته باشیم. خب این کار شد، به برخی میگن چطور ممکن بود، ولی به لطف خداوند متعال این کار اتفاق افتاد. این ماه هم در مهر ماه هم همین کار خواهد شد، یعنی بدون استقراض بانک مرکزی انشالله ما میتونیم هزینه ها رو، حقوق و دستمزد و اینهایی که هزینه های دولت پرداخت بشه. خب چجوری پرداخت بشه؟ با فروش 27 هزار میلیارد تومان اوراق فقط در یک ماه، که مقایسه‌ای که شده است این است که حدود 11 هزار میلیارد تومان بیشتر از فروش اوراق در 5 ماه اول سال، یعنی در دولت روحانی است. آی دکتر، این اوراق، من نمی‌دونم چقدر وقت داریم، یک دقیقه و نیم، متأسفانه بیشتر وقت نداریم، که می‌تواند دولت ادامه بده به این کار، یعنی حقه بازی که در صحبت آقای رئیسی شنیدیم، و اوراق رو بفروشه؟ کیا این اوراق از دولت میخرن؟ با این وقت اندک شناب فلاحتی، ببینید بیان آقای نوبخت هم درست هم نادرست، و این خزانهش و خالی نمیشه برای اینکه هر روز بهش واریز بشه. اما خزانه خالی بود برای اینکه دولت از بودجه مصوب خودش در اون 5 ماهی که سر کار بود 58% تمام هزینه های سال رو هزینه کرده، و دولت موجود ماهانه 10000 میلیارد تومان از بابت بدهی های دولت سابق میپردازد. در نتیجه گفته آقای رئیسی در این زمینه درسته. نکته دومی که شون فرمودند که بدون استقراض از بانک مرکزی تونستن حقوقها رو بپردازن، لازم نیست از بانک مرکزی استقراض کنن، از نظام بانکی، از بانکهای غیر مرکزی، بانکهای تجاری قرض میکنند و اینو پس نمیدن. وقتی اون رو پس نمیدن، اونها پول بانک مرکزی رو پس نمیدن، درنچه منتقل میشه به بانک مرکزی. این کارست که طی سالیان انجام گرفته و همون سیستم فرصتمون متاسفانه تموم شد، و همون ادامه فشار تمام این داستان بر دوش مردم، که حالا هفته آینده در پیوند با این شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر حسن منصور بسیار گرامی، خیلی خیلی ممنونم که حضور پیدا کردید در برنامه امشب.